فشاری به خودش میاره. بنه اتومبیل جوش میاره. من نمیدونم این ماشین هست یا کتری. مسابقه رو ادامه میدیم. سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوهای پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفا رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت کنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدر هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. یک شوی پرچونه برگشت. یه هفته تعطیلی خورد به روزای دوشنبه و سه‌شنبه که شوی پرچونه پخش میشه. بر صورت
خوشحالیم که دوباره برمیگردیم و با هم دیگه گپی میزنیم. خب عرشان که دوستان عزیز خیلی از من سوال میکنن راجب قهر، قهر آشتی. چند تا ایمیل بر من اومد، سوال کردن بچه های که آقا ما قهر که میشه چی کار بکنیم؟ مثلا دوست پسرمون یا دوست دخترمون بخود. خب قهر کار دختر هست دیگه، پسرها هم البته قهر میکنن ولی بیشتر قهر کار دختر هست، اونم تقصیر پسر هست، تقصیر از پسر هست. و اون که پسر از من میپرسن که وقتی دختره قهر میکنه ما چی کار کنیم؟ صبر بکنیم خودش زنگ بزنه یا ما زنگ بزنیم؟ چقدر صبر بکنیم زنگ بزنیم و چی کار کنیم؟ غر رو چجوری باش برخورد بکنیم؟ من یه پالیسی دارم، یه سیاستی دارم در مورد غر و کسایی که غر میکنن. من اصلا به غر میدون نمیدم که تا بخواد ببینیم که من باید زنگ بزنم بپرسم یا تو باید زنگ بزنی بپرسی. چقدر صبر بکنیم؟ وقتی زنگ زدیم چی بگیم؟ اون زنگ زد ما چجوری برخورد کنیم؟ اصلا من میدون به این کثافتکاری غر نمیدم، به خاطر اینکه قهرم مثل بقیه اداهایی که آدم ها در میارن مال موقعی هستش که in demand هستن، مال موقعی هستش که مورد احتیاج و مورد خواهش زیاد قرار میگیرن. این که میگم دنبال این کلمه رو بذار نگم، دختر را هم نیفتین شیشتا کوچه، وقتی میری خواستگاری نشینین راجب پول صحبت بکنین که ما چقدر پول بدیم این خانم بیاد تو خونه ما و از اینجور مسائل. اینا همش نکاتی هستش که باعث میشه به طرف نشون بدی که درست ما تو رو میخواییم ولی همچین بیگ دیلی هم نیستی، ولی همچین چیز مهمی هم نیستی، چون فقط کافیه تو تاکسی که نشستی به سمت چپ نگاه کنی ببینی چند تا صد چند صد تا مثل تو به خوشگل ترستود هستن و دارن رد میشن. حالا اگه تو منو میخوای بیا با هم باشیم، ازدواج بکنیم، نکنیم، هر کاری که شما دوست داریم بکنیم، به من مربوط نیست. ولی وقتی دنبالش میری طرف احساس ایندیمند بودن و مورد تقاضای سنگین بودن میکنه، بلا فاصله بهش میگن تاخچه بالا، میذاره تاخچه بالا، یعنی یه چیزی که در دسترس شما هست میذاره اون تاخچه بالا. یادتونه بچه بودین مامانتون میخواست یه چیزی رو شما ور ندارین یا یه گلدونی نشکنه، یه دیوان چینی خوشگلی یا مثلا چیزی بود، یه قاب عکسی خراب نشه، میذارشون بالای تاخچه که تو دستت نرسه. از اونجا اومده میگن تاخچه بالا میذاره، میذاره تاخچه بالا. استاد تقصیر تویی که باید قهر میکنن و منتظر میشن ببینن شرایط چیه. اگه قرار باشه تو نشون ندی که محتاج هستی و داری دیوونه میشی و میمیری واسه طرف، طرف دلیلی و احتیاج به این که تاخچه بالا بذاره نداره، پس قهری هم پیش نخواهد اومد. عرشبت که این همون چیزیه که میوزیک ویدیوهای ایرانی همش بر مبناش ساخته میشه. اونجا آهوه داره رو لبه حوض میرخصه، اون یکی هم اینجوری دنبالش داره میره، تو رو خدا اون یکی تو خیابون داره میره، اون یکی با موتور دنبالش میره. به من محل نمیذاره. اسم آهنگه هست، حالا کلمه شو نمیخوام بگم چون یکی از اسطوره های موسیقی تاریخ موسیقی کره زمین هست و از پیامبران اول العزم هنر و موسیقی هست، به خاطر همین اسمش رو نمیاریم. و شعره معنیش، حالا کلماش استفاده نمی کنیم، معنیش اینه که این به هم عل نمیذاره، یارو دنبال دختر دخترم اینجوری را میره، اونم با موتور، به هم عل نمیذاره. اسم آهنگه هست، این به من محل نمیذاره که اسمش این نیست، معنیش اینه. 9000 دفعه هم اینو میگه، اونم جوری را میره. خب همون دخترم وقتی میری خواستگاری میشینی جلوش
میگه اینا رو میخوای؟ 14000 مصون پول رو بدی. چرا میگه پول رو بدی؟ پول نمیدی؟ من ازدواج نمی کنم. بابام میگه نه. چطور بابات وقتی میگفت نه دبی میرفتی؟ چطور بابات وقتی میگفت نه پارتی میرفتی؟ چطور بابات وقتی میگفت نه 4 دفعه کورتاژ کرده بودی؟ ولی اینجا بابا میگه نه پول ندی من ازدواج نمی کنم. چرا؟ علت اینه که شما استاندارد رو ست میکنی. شما اگه بری توی رستورانی رستوران به شما بگه اینجا بوقلمون بریان یا مرغ بریان سرو میکنیم و از تنور داغ میاریم سر میز شما، وقتی بری تو رستوران اگه سر میز شما نیارن شما شکایت میکنی. چرا؟ چون رستوران خودش استاندارد گذاشته، گفته کسی اینجا بیاد هر پولی من میگم میده، قیمت ورودی رستورانو میده، مرغ بریان تازه از تنور درآمده واسش سرو میکنیم. شما میری اونجا کاملا حق داری بگی آقا پس چی شد مرغ ما؟ استاندارد اون ست میکنه، شما میری بر مبنای استانداردی که اون کرده طلب میکنی ازش. شما نمیتونی بری تو همبرگر فروشی اسمال آقا بگی آقا بوقلمون بریان مرغ بریان چی شد، کباب بره چی شد؟ میگه آقا اینجا ما به کسی کی گفت ما اصلا اینجا کباب بره اینجا همبرگر فروشی اسمال آقا، همبرگر ما نوکرتیم، سوسیس کالباس نوکرتیم، ساندویچ مرغ نوکرتیم، کسی اینجا مرغ بریان ننوشته رو در دیوار یا مثلا چه میدونم مقالمون فلان. استاندارد رو طرف سمی. شما وقتی در مقابله با دختر قرار میگیری شما یه استانداردی ست میکنی. قدرت شما به عنوان یه مرد یا به عنوان یه زن یا به عنوان هر کس در رابطه اینه که چه استانداردی ست میکنی. دیدی اون چطور استاندارد رو ست میکنه؟ میگه پول خرج نکنی، اینقدر ننویسی، اینقدر قبول نکنی، اینقدر انگشتر نخری، این طلا رو نخری، 914 نفر از هم فامیلای ما همه با هم با من نیان تو آرایشگاه، 15 روز تو آرایشگاه زندگی نکنیم، نریم بیرون، ازدواج خبری نیست، من نمیام تو اتاق تو. کما که تو اتاق 50 نفر دیگه رفتم خیلی مجانی مفتی بی سر صدا. این هم استاندارد رو اون ست میکنه. چرا اعتماد به نفس داره؟ شما هم بیاد یه استاندارد برای خود ست بکنی که من دنبال تو بیا نیستم. این که میگم دنبال دختر را نیفت، اینا ریشه داره همه تو هم دیگه. اینا رفتارهایی هستش که بین انسان ها تعیین و تنظیم نسبت قدرت میکنه که در واقع از اعتماد به نفس طرف ریشه میگیره. و همیشه در رابطه بین دو نفر اگر هر دوشون فهمیده و فرهیخته و مچور به قول معروف جا افتاده و به ثمر نشسته از لحاظ منطقی و فهم شعور نباشن، در رابطه بین دو نفر همیشه یه نفر داره سوار اون یکی میشه. همیشه اینطوریه. به خاطر همین عموما هستش که میبینن میگن که who wears the pants in the family، یعنی کی تو این فامیل خانواده شلوار میپوشه. شلوار استعاره از این که مرده. کی دامن میپوشه؟ که شلوار میپوشه. اینجا میگن که خیلی زنها هستن که they wear the pants in the family، یعنی اونا شلوار میپوشن، مرد خانواده اونا هستن. چرا؟ چون اعتماد به نفس بالاست. کلمه قهر اصلا را نداره تو مغز یه آدم که اعتماد به نفس داره. من بارها خب برخورد میکنی که با هر دختری برخورد میکنی، اولین چیزی که پیش میاد بعد دو سه هفته کیوت و نمیدونم لواشک و پیتزا و اینور و اونور و گردش و خنده و اینا، اولین چیزی که پیش میاد قهره دیگه. یه چیزی میشه تلفن قطع میشه. اون احمقی که وقتی روش تلفن قطع کردن بازم با لبخند با طرف صحبت میکنه، اون احمق حقشه که قهر روش بشه، دنبالش بیفته با موتور بگه تو رو خدا با من حرف بزن، میوزیک ویدیو درست بکنه. حقشه که مهریه کتکلوف ازش بگیرن، حقشه که خونش ازش بگیرن، حقشه که طلا و جواهر بخره، بعدم بزنن تو سرش بگن مرد کنترلینگ ایرانی مرد سالاره. اون حقشه. به خاطر اینکه توجه نکرده به این قضیه که ارزش خودش، اون مردی که بهش میگن اگه تو واسه من انقدر مهریه نظری، نصف تهران نظری، من آبروم میره، من برای دختر خالم انقدر پول دادن برای من، اگه تو بیشتر پول ندی آبروی من میره، اون مردی که اونجا راشو نکشه و نره بیرون از خونه، اون مردی که اعتماد به نفس نداره.
و اینکه بگی آقا وجود من در کنار تو جوان برومند در کنار تو باید بزرگترین آبرویی باشه که تو میخوای کسب بکنی از این رابطه و از این ازدواج. پولی که من به تو میدم باید بسات آبروی بسازه. اگر اونجا با لبخند و با منش کرنش کردی به این فرهنگ زیبا، همون فرهنگ زیبا تو آستینت خواهد بود تا موقعی که کفنت هم بپوسته. خب در نتیجه تویی که به عنوان هر آدمی باید استاندارد تو با توجه به اعتماد به نفس و دیوارهای دوربر خودتو محکم بکنی، و این دیوارها اینقدر باید محکم باشه که بمب اتم هم نترکونتش، ولی هر کسی که فهمیدی لیاقت داره دروازه ها رو باز میکنی، بفرما تشریف بیار در زندگی من. دیواراش محکمه، اگه نیومدی با موتور دنبالش را نمیفتم، اگه غر کردی جواب نداره. و که اولین بارم که غر پیش میاد من اینجوری این پالیسیمه، به طرف میگم که ببین من متوجه هستم ممکنه یه کاری کرده باشم، الان شما از این کار برای اولین بار، فقط هم یه بار این حرف رو میزنم، میگه من ممکنه کاری کرده باشم که تو الان خوشت نیومده، من یا میدونم چی کار کردم یا نمیدونم چی کار کردم. راهی که ما باید با هم صحبت کنیم اینه که شما حرف بزنی با من، حرف بزن بگو من چی کار کردم. من انقدر مرد هستم که اگر وقتی اشتباه کنم میگم معذرت میخوام، اشتباه نکرده باشم، باید بحث میکنم، شاید در نتیجه این بحث من قانع بشم، شاید در نتیجه این بحث شما قانع بشی، شاید در نتیجه این بحث دعوای ما بدتر بشه و جدا بشیم و هرگز دیگه با هم دیگه کاری نداشته باشیم. ولی سکوت اختیار نکن واسه من. قهر و ناز مال میوزیک ویدیوهای اون آشغالایی که دخترها رو آرایش میکنن، میدونن با سینه‌های پلاستیکی جلو میره، اونم از اون زیر داره اینجوری اینجوری واسهش آواز کلام عشق میکنم اینجوری نگاش میکنه، خب همونجور اینجوری نگاش میکنه، میره خونهشون منتظر میشه بیا خواستگاری مهریه رو بگیره ازت دیگه. چرا؟ چون تو دنبالش هشت کوچه رفتی. این تو فرهنگ مرد ایرانی هست که دنبال دختر را بیفته. وقتی دنبال دختر را میفتی گوی رو میذاری در میدان اون، یعنی قدرت رو میدی به اون. اون وقتی که میذاری تو سرت مهریه سنگین واسد میذاره، به اجرا هم میذاره، اند المطالبه تو خرخره زیبای شما فرو میکنه. این دستور دادستانی رو که شما باید بیاید، چکات هم من استاب میزن، حساب بانکیت هم جلوش رو میگیرن، ماشینت هم تو خیابون نگه میدارن، چشمت هم کور. ولی در مورد قهر وقتی یه نفر به من میگه که من میگم ببین عزیز من با تو دارم حرف میزنم و باید هستم، دوستت دارم، نه حالا عاشقتم ولی دوستت دارم، خوشم اومده، ظاهرت قشنگه، خوبی، شیرینی، فهمیده هستی، آدمی، خوشم میاد باید باشم، حرفی هست بزن، چون اگه من از تو خوشم نیاد وقت ما تو تلف نمی کنم، حرفی هست به من بگو. من اهل غر نیستم، خواهش میکنم با تمام محبتی که به تو دارم این یادت باشه، من با من قهر بکنی من دنباله نداره واسم. مثلا من شخصا من دعوا بلد نیستم، من سالها تو کنفو بودم، بچه ها میشناسم، مربی بودم، شاگرد بودم، مربی بودم، هرگز استاد نشدم ولی مربی بودم، هزار جور زدیم شمشیر و چوب و سای و سامورای و مبارزه یک به چهار و یک به پنج و من فایت بلدم ولی دعوای مدل ایرانی بلد نیستم، به خاطر همین همیشه دور وای میستم از دعوا، چون من بلد نیستم داد بزنم هر جا ببینم چهار نفر وایستم برم پشت اون چهار نفر اینجوری کنم، بلد نیستم من اینو، من به خاطر همین دوری میکنم از قضیه، اگه لازم باشه از قدرتم استفاده میکنم تا اونجا که زورم برسه، نه که یا منو میزنن لات پارم میکنن یا اینکه میزنن لات پارش میکنم، ولی دعوا من بلد نیستم، فوش بلد نیستم بدم، داد بزنم یه چاقو تیزی به خودم نازک بزنم بعد اینجوری و فوش خارما در بیارم، چون این دعوا رو من بلد نیستم. و چون بلد نیستم توی رابطه قهر آشتی من قهر آشتی بلد نیستم، تکنیکشو بلد نیستم، وقتش هم تلف نمیکنم روش به خاطر اینکه ارزش نداره. مثل اینکه به شما بگن که موتور ماشین خراب شد، اما این کاری که چیکار میکنی؟ پیاده تا کجا میری؟ نه پیاده نمیرم، تلفن رو برمیدارم زنگ میزنم به اون کمپانی که بیاد، اگه قرارشو پیاده برم یعنی تو بیابونم دیگه، با مرگ دارم دست بنده در میتونم. در غیر صورت مهمتر رفت بهتری رفت که تلفن بزنی ماشینه بیاد تو تراک ببرده. قهر هم همینطوره، باید قهر رو یه آدمی که اعتماد به نفس داره از زندگی خودش و از رابطه خودش ریشه‌شو چنان بکنه که دفعه دوم وجود نداشته باشه.
شما خواهش میکنم قهر نکن، هر چی میخوای بیا روبروی من بشین، هر چی دلت میخواد من فحش بده، احساس تو بگو. قهر که میکنی من دنبال کسی نمیام، اگه بیای با من حرف بزنی بگی من این دلخوری راست دارم، من هزار تا سعی میکنم که یا به توضیح بدم چرا این کار شده یا که دلخوریت از بین بره اگه اشتباه کرده باشم. ولی اگه ببینم قهر میکنی من دنبال قهر نمیام. چون قهر فوراً، قهر یکی از وسایل و ابزارهایی که زن داره به خاطر اینکه ببینه چقدر تو محتاجی. قهر نداریم. من این همه با دوستای مرد، دوستامون با هم دیگه حرف داریم میزنیم، شراکت داریم، بیزنس داریم، کار داریم، برخورد به مشکل میکنیم. بارها شده من ازشون ناراحت میشم، تلفن میزنن فردا جواب ندم. بس چی جواب ندم؟ گوشی رو برمیدارم آقا راستی دیروز اینطوری شد، شما اینو گفتی، این قضیه برای من توضیح بده، من نفهمیدم، باعث دلخوری من شده، از طرفی هم باعث ناراحتی من، فکر میکنم آبروم داره میره یه جایی شما این حرف زدی. اونم تو توضیح میده، یا دعوامون میشه یا میفهمم یا اون میفهمه، یه چیزی میشه دیگه. قهر یعنی که وای میستم ببینم میدوی دوباره دنبالم یا نه. دختری که از 12 سالگی تو خیابون عادت کرده که پسرا نگاش کنن، ولی چون پسرا جرأت حرف زدن ندارن، خیابان به خیابان، خیابان به خیابان، اگه مسیر حرکت این پسرا رو به خط بکشی رو نقشه، شبیه ماکارونی دنبال این طرف را میفته. این یا از اون اول توی مرد ایرانی که الان توی دادسرای جمهوری اسلامی اونجا منتظری نوبت دادگاه بشه ببینی بالاخره تکلیف این خونه و مهریه که بستی 759,000 بستی چی میشه و آیا میتونی برگردی دوباره تو بازار و شروع کنی دوباره به جون کندن که یک نصفشو جبران بکنی. مشکل تو اونی که موقعی که 15 سال بود میدویدی دنبال دختر تو خیابون، بعدم که قهر میکرد فکر میکردی راستمون داره تاریک میشه، بدو بدو میرفتی درست بکنی کارا. هر دفعه که قهر رو شما، قهر رو به رسمیت نباید بشناسی. خلاصه قضیه اینه که قهر رو به رسمیت نشناس. وقتی یه نفر زنگ میزنه به شو پرچونه آقا این چه برنامه آشغالیه، ما حالمون به هم خورد، اصلا به درد دیدن نمیخوره، میگم عزیز من شما تلفن کردی به شو پرچونه، مهم نیست شما چی میگی، مهم برای هم من و شما و هر شنونده اینه که شما با تلفنت به شوی پرچونه پرچونه رو به رسمیت شناختی. در نتیجه هر چی در نفی شوی پرچونه بگی همش به ضرر خودته. اگر از بعدت میاد زنگ نزن، یعنی به رسمیت نشناس. وقتی میگن آقا ما فلان کشور رو به رسمیت نمیشناسیم، این یعنی ما اونو آدم حساب نمیکنیم. نه به این معنی که ما بشینیم کشوری که نمیخوایم به رسمیت بشناسیم و بدمون ارزش به دردمون هم نمیخوره، بشینیم راجع به سیاستمدارانش فکر کنیم که چه جوابی به حرکت سیاستمدارانش بدیم، این یعنی کشور به رسمیت شناختن. آقا جون به رسمیت نمیشناسیم اصلا. وقتی گوشی تلفن رو ورمیداری مهم نیست چه میخوای بگی، معنیش اینه که شما به رسمیت شناختی این شماره رو. حالا اگه بد کم زیاد هرچی هست در سطحته، به رسمیت شناختی. کسی قهر میکنه دنبال قضیه قهر، هر کاری بکنی اون قهر رو به رسمیت شناختی، خودت انداختی تو چاله. میخواد همکار بیزنسیت باشه، میخواد دوست دخترت باشه، میخواد هر کسی دیگه ای که باشه، معمولا زن این کار رو میکنه دیگه، میخواد ببینه چقدر تو در احتیاجی. یک بار بهش بگو قهر برای من نکن لطفا، چون دفعه دوم وجود نداره. دختر زیاد هست، پسر زیاد هست، من دوست دارم تو رو، بخاطر همین هم که اومدم باید بیرون دارم خودم رو تحت خطر دستگیری و نمیدونم فلان و اینو اون قرار میدم، دارم پول خرج میکنم، دارم میرم بیرون. که تو پول نباید خرج کنی ولی حالا میکنی، گوش که نمیکنی پول خرج میکنی. بعد پس به تو علاقه دارم، پس من توبت بکن. اگه من قهر بکنی من به تو دیگه زنگ نمیزنم، دفعه دومی هم وجود نداره. با قهر چی کار بکنی؟ با قهر هیچ کاری نکن. با قهر هر کاری بکنی قهر کردن رو به رسمیت شناختی، چاله واسه خود کندی، میشه میوزیک ویدئوه با موتور. دخترم بعدم باید بری پول بدی دیگه، کله گنده قواله ارضا کنی. تلفن بگیریم، تشریف دارن بزرگان عزیز اونجا؟ الو
میتونیم تلفن بگیریم؟ مثل که به بریک برخورد کرد. بله دوستان عزیز، تا بیان آپریت بکنن اون دستگاه رو، من بگم که در جشن مهرگان امسال برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایرانی کلاسیکال راک ایرانی میره رو استیج. اسمش هم هست Persian Rock. اونایی که دسترسی داشته باشن میتونن برن myspace/PersianRock. هنوز فرصت نکردم رو پورتونه بذارم، قیافه خوابالی من معلومه، ما هر شب تا ساعت 6 و 7 داریم تمرین میکنیم، 6 و 7 صبح نرسیدم بذارم، ولی myspace.com/PersianRock. Persian Rock رو حاضرین؟ بخواییم بریم تلفن بگیریم. Persian Rock، راک ایرانی، دو تا نکته توش هست. یکی که راک باید راک بودنش درست باشه، از لحاظ موسیقی راک باید درست باشه، از لحاظ ریتم راک و پترن راک باید درست باشه. دوم Persian، ایرانی باید باشه، یعنی با الهام گرفتن از موسیقی ایرانی، به معنای اینکه تار و ستار و تنبور و قرنه میخوام بذاریم توش نیستا. قرنه که نه، نه میخوام بذاریم توش نیست، بلکه الهام گرفته از موسیقی ایرانی با کلام فارسی، البته کلام انگلیسی هم داریم، ولی موسیقیش اونایی که راک گوش میدن و راک رو میشناسن، منظورمون دث متال نیستا. اگه صدای غار 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 دیستورشن گیتار در میاره میگه راک داریم میزنیم، نیست. راک و پترنای راک رو بیشتر این برنامه رو گوش بدن. ما در جشن مهرگان اجرا میکنیم و حتما دیویدیش رو براتون پخش میکنیم. یکی از آهنگاش هم حاضر کرده بودم، منتها سیدی ها همش یه جای دیگه جا موند. و میبینید که هم راک هم ایرانیه، چون مسئولیت خیلی بزرگی هست که آدم بگه راک ایرانی، چون دو تا کلمه سنگین رو داریم کنار هم دیگه میذاریم. مطمئنم که نوازنده های بسیار خوبی در ایران هستن که این فرصت رو ندارن که بیان در جشن مهرگان و در صحنه های بزرگی که جامعه ایرانی تشکیل میده بیان و موسیقیشون رو بذارن. مطمئنم خیلی نوازنده های خوبی هستن که همین مطلب رو هم خوب میفهمن هم خوب برایشون اجرا کنن. ما میریم برای اولین بار روی صحنه در جشن مهرگان که سلام و احترام و عرض ادب بکنیم به تمام کسایی که راکر هستن و Persian Music رو ارزش بهش میدن و با راک صمیمیت دارن، در واقع Persian Rock رو میفهمن و اجرا میکنن. ما فکر نمیکنیم بهترین هستیم، ولی افتخار داریم که اولی باشیم که بریم و Persian Rock رو ارائه کنیم. خیلی از کسای دیگه هم هستن که راک میزنن، در جشنواره ها هم شرکت میکنن، ولی Persian Rock نیست. چرا؟ چون یا راک فارسی روش میخورن یا موزیک ایرانی رو یه خود محکمتر میزنن، میشه میگن راک داریم میزنیم، در نتیجه اون نیستش. حالا وقتی دیدیم بیشتر توضیح میدیم. خط سر رو بگیریم، داریم راجع به قهر و قهر و آشتی و جواب دادن به قهر صحبت میکنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام آقا بهروز، با این دوست دخترم دو سال بود رابطه خیلی نزدیک، همه جوره رابطه داشتیم. الان یکی دو ماه یه زد زیرش رو ترک کرده منو. حواست باشه غزاله بگیر اونو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو آقا بهروز. جانم بفرما بابا. خسته نباشی. مرسی بفرما. آقا بهروز من یه مشکل دارم، اگه اجازه بدم مطرح کنم شما یه راه حلی جلو پایم بده، واقعا مستثر شدم. بفرما بابا. آقا بهروز من حسابداری شرکت هستم که از اول این شرکت یعنی کارخونه هست. این کارخونه از اولش من با ایشون حسابدار این شرکت بود، کارخونه بودم. خیلی من اعتماد داره صاحبکارمون. این صاحبکارمون دختر داره، ما عاشق دختر این صاحبکارمون شدیم. به ایشون هم چند بار گفتم، ایشون گفتش که مشکل نداره، من با دخترم صحبت میکنم، شما با ایشون مثلا حرفتون رو بزنید. خانم هستی ایشون اسمش. حالا اسمو میشه لطفا نگی؟ ما با اسم کسی بله؟ با اسم کسی کار نداریم. شما لطفا اصل قضیه رو بگید. خواهد توی ایران به فامیلی میشناسن. اصلا ما نمیخوایم ببینیم به چه ماهی اسمی میشناسن، ما میخوایم ببینیم که مسئله شما چیه. اسم طرف رو کاری نداشت. علاقه داره
پدر ایشون براش این وسط پدر ایشون یه مشکل بیزینسی براشون پیش اومد، یکم به حالت ورشکستگی افتادن. بعد دختر ایشون رفت با یه کارخونه دار دیگه مثلا صحبت کنه که بیان با هم دیگه همکاری کنن تا این از ورش